آیا ممکنه یه روز اسلام همه دنیا رو بگیره؟ یعنی ممکنه همه آدمای دنیا مسلمون بشن؟ اگر شما مسلمونید و دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، احتمالاً این یکی از آرزوهای شماست و یا اینکه یکی از چیزایی که تو مدرسه به شما یاد دادن که یه روز اسلام همه دنیا رو میگیره. ما هم میخوایم همین رو بررسی کنیم، اما باید برگردیم اسلام رو خوب و درست ببینیم تا بفهمیم این میشه یا نه. اسلام در جزیره العرب به دنیا اومد. جزیره العرب یه بیابونه که قبیله های زیادی در اون زندگی میکردن. این بیابون منابع حیات خیلی کمی برای زندگی داره. نه منبع آب زیادی در سطح بیابون وجود داره و نه گیاهان زیادی رشد میکنه. حیوانات زیادی هم وجود نداره. تقریبا هیچ غذایی نمیشه واسه خوردن تو بیابون پیدا کرد. فقط در بعضی از مناطق چند تا درخت نخل رشد میکنه. قبیله های عرب شرایط خیلی سختی برای زندگی داشتن. این شرایط اونا رو به پایین ترین درجه انسانی می آورد، یعنی درجه ای که فقط بقای آدم ها مهم بود، یعنی فقط زنده موندن. وقتی یه قبیله دارایی و آذوقه‌شون تموم می شد، حمله می کردن به یه قبیله دیگه. مردها رو می کشتن، دارایی و آذوقه‌شون رو می گرفتن و زنهاشو برده جنسی می کردن. یعنی مثل جونورا زندگی می کردن. باید همدیگه رو می خوردن تا زنده بمونن. تو اون شرایط زنها در جایگاه پایین تری قرار می گرفتن، چون قدرت فیزیکی حرف اول رو می زد و زندگی خشن بود. زنها هم در محیط خشن مغلوب می شن. به همین دلیل زنها هیچ استقلالی نداشتن و مثل یکی از کالاهای مردا بودن. اونا میتونستن هر کاری با زنا بکنن و بعد از مرگ هر مردی زناش به وارثش میرسید. اما محمد بر علیه فرهنگ اعراب بلند شد و سعی کرد فرهنگای بد اونا رو تغییر بده. مثلا اسیر کردن زنا رو ممنوع کرد، خوردن ارث زنا رو ممنوع کرد، فروختن زنا رو ممنوع کرد، زنده بگو کردن دخترها رو ممنوع کرد. ولی محمد در جغرافیای عربستان و بیابان زندگی میکرد و در نهایت فرهنگ اون منطقه روی اون تأثیر میذاشت و خیلی از آداب اعراب رو تو حرفاش تکرار کرد. مثلا گفت مردا فرمان روایان زنا اختیاری از خود ندارن و اسیر مردان، یعنی مردا رو برتر از زنا میدونست. اجازه کتک زدن به اونا داد، حق زنا رو نصف کرد. با اینکه محمد سعی کرد رفتار خشن عربا رو تعدیل کنه، اما از فرهنگ اونا تأثیر زیادی گرفت. حالا که شرایط اسلام رو دیدیم، بیایید بریم ببینیم آیا ممکنه اسلام همه دنیا رو بگیره. ولی قبلش این ویدیو رو لایک کنید. شرایط آب و هوایی در اروپا و شرق آمریکا و کانادا سرد و مرطوبه و میزان بارندگی بالاست. همه جا سبز و جنگلیه. تو این شرایط آدما همیشه منبع غذایی پیدا میکنن. آب هم که همه جا هست. آدما برای غذا نیاز ندارن به جای حمله کنن. کلن شرایط زندگی فراهمه. محیط رشد مناسبی هست. اگر برید اروپا میبینید که زنا بالاتر از مردان. همه جا زنا رئیسن، تو بانکا، تو سازمانه، تو مؤسسات. حتی زنا رئیس دولت هم میشن، چون شرایط خشن نیست. آب و غذا زیاد هست، فراوانیه. حالا آدما پیشرفتم کردن. اگر یه منطقه بی آب و علف باشه، منابع رو به اونجا میفرستن. مثلا غرب آمریکا بیابونه، اما هم برق داره هم آب میفرستن. همه امکانات رو حمل و نقل میکنن، آبادش میکنن. برای نمونه ببینین شرایط ایران چیه. قسمت هایی از ایران حاصلخیز و مرطوبه، مثل شمال ایران.
در خیلی از مناطق کشاورزی رونق داره، مثل خوزستان که کل رودخونه داره. از زمانای دور ایرانی ها قنات رو اختراع کردن و حتی در حاشیه بیابون آب برای زندگی در دسترس بوده. درسته که ایران بیابونم داره، اما مردم ایران در مناطق کوهستانی، جنگلی و نزدیک رودخانه ها زندگی میکنن. مرد و زن شرایط برابر داشتن، تا جایی که حتی دخترای خسرو یعنی پوراندخت و آزرمیدخت پادشاه شدن. حالا اون فرهنگی که تو بیابون درست شده رو اگر بیاری بذاری توی اروپا، توی آمریکا، جایی که زنها همیشه جایگاه بالا داشتن، اصلا نمیشه. هیچکی قبول نمیکنه. نیازی هم بهش ندارن، چون حق زنها ضایع نشده که کسی بخواد برش گردونه. حتی مردای اونجا خاصیت مردای عربو ندارن. از اینم بالاتر الان شرایط زندگی داخل عربستان هم عوض شده. عربا تو برج زندگی میکنن، نفت رو پیدا کردن، آب و برق لوله کشی دارن، شرایط زندگی نرم و لطیف شده، همه سوار بنز میشن. دیگه الان اسلام اونجا هم کاربرد نداره. اسلام در شرایط جغرافیایی و فرهنگی به وجود اومده که با شرایط الان هماهنگ نیست. شاید دولت عربی از حج درآمد خوبی داشته باشه، اما فرهنگ عربا و سبک زندگیشون عوض شده و نیازی به اسلام ندارن. در کل میشه گفت محمد نیت خوبی داشت و سعی کرد فرهنگ عربا رو درست کنه. با اینکه اسلام در شرایط سخت بیابونی یه فرهنگ محسوب میشه، اما پایین تر از فرهنگ مناطق خوش آب و هوا قرار میگیره و به همین دلیل پذیرفته نمیشه. اگر دوست داریم بدونین حجاب چطوری درست شده و فلسفه و ریشش چی بوده، این ویدیویی که روی صفحه میذارم رو ببینین. این شبکه رو هم سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم فشار بدین تا هر ویدیویی ما آپلود کردیم ازش باخبر شین و بیاین ببینین.